به گزارش آژانس پناهجویان سازمان ملل متحد، محمد مصطفایی، وکیل سکینه محمدی آشتیانی، زنی که به اتهام زنا به سنگسار محکوم شده بود، در ترکیه تقاضای پناهندگی کرده است. ایران تحت فشارهای بین المللی اجرای سنگسار خانم محمدی را متوقف کرده بود. مصطفایی از چند روز پیش، زمانی که نیروی انتظامی برای بازداشت او به دفتر کارش رفته بود، ناپدید شد. مقامات امنیتی همسر و برادر همسر مصطفایی را در همان شب بازداشت کردند. مصطفایی چند روز پیش گفته بود اگر همسر و برادر همسرش را آزاد کنند و شرایط مساعد باشد، خود را معرفی خواهد کرد. یک نشریه ترکیه امروز خبر داد مصطفایی در هنگام ورود به ترکیه به دلیل مشکلی که در گذرنامه‌اش وجود داشته بازداشت شده است. مصطفایی وکالت پرونده بسیاری از محکومین به اعدام در ایران را بر عهده داشته است. همونطوری که در اخبار شنیدید، محمد مصطفایی، وکیل سکینه محمدی آشتیانی که به سنگسار محکوم شده بود، به ترکیه رفته. در ترکیه از سازمان ملل متحد درخواست پناهندگی سیاسی کرده. برای آگاهی از جزئیات بیشتر به نیویورک میریم با خانم الهه هیکس، گزارشگر حقوق بشر صدای آمریکا. خانم هیکس، درود به شما، جزئیات رو از شما میشنویم. همونطور که در اخبار شنیدید، محمد مصطفایی، وکیل سکینه محمدی آشتیانی که به سنگسار محکوم شده بود، به ترکیه رفته. در ترکیه از سازمان ملل متحد درخواست پناهندگی سیاسی کرده. برای آگاهی از جزئیات بیشتر به نیویورک میریم با خانم الهه هیکس، گزارشگر حقوق بشر صدای آمریکا. خانم هیکس، درود به شما، جزئیات رو از شما میشنویم. من هم خدمت شما آقای دهخانپور سلام دارم. وضعیت آقای مصطفایی بسیار نگران کننده هستش. هنوز اخباری که تایید بکنه ایشون مستقیما درخواست پناهندگی کردن مشخص نیست. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از یک روزنامه محلی ترکیه نوشته که آقای مصطفایی در بازداشت مقامات ترکیه هستند. آقای دهخانپور، میدونید که وضعیت ترکیه، قرارداد امنیتی بین دو دولت ترکیه و جمهوری اسلامی، این راه رو آسون میکنه برای مقامات ترکیه که آقای مصطفایی رو هر آنکه بخوان برگردونن. ولی از طرفی گفته میشه که مقامات ترکیه با سفارتخانه های کشورهای غربی هم در تماس هستن که از وضعیت آقای ببینن که آیا میتونن آقای مصطفایی رو تحویل یکی از این سفارتخانه ها بدن، که این خبر جای مثبت هستش. البته سخنگوی کمیساریای عالی پناهندگان در آنکارا هم گفته که آقای مصطفایی هر آنکه بخوان میتونن تقاضای پناهندگی بکنن. آقای مصطفایی کاری که کردن وضعیت خانم سکینه محمد آشتیانی به گوش جهانیان رسوندن، تونستن تا به هر حال حکم واقعا شنیع سنگسار رو متوقف بکنن، در حالی که خانواده ایشون همونجوری که در اخبار گفته شد در زندان و گروگان هستن. سازمان عفو بین الملل دولت جمهوری اسلامی رو هفته گذشته متهم به گروگانگیری کرده و آزار و اذیت وکلا کرده. این امر بی سابقه ای نیست. خواهر خانم عبادی در زندان بودن، شوهر ایشون زیر شکنجه بادرا به اعتراف شدن، آقای اولیای فرد در حال حاضر در زندان هستن. اینها وکلای مدافعی هستن که کارشون حمایت از زندانیان عقیدتی و یا در مورد آقای مصطفایی وضعیت واقعا حکم سنگسار هستش و اینکه تمام کشورهای جهان خواستن که این حکم، حتی دولت برزیل، متوقف بشه و اینجا وضعیت آقای مصطفایی بسیار بسیار نگران کننده هستش. امید میره که ایشون بتونن به یک کشور غربی بیان و در ترکیه نمونن، چون وضعیت ترکیه بسیار خطرناک است. آقای دهخانپور، تشکر میکنم از شما. فقط این رو اضافه کنم که ظاهرا سخنگوی دفتر پناهندگان سازمان ملل در ترکیه گفته که این درخواست رو از آقای مصطفایی دریافت کردن، درخواست پناهندگی رو. سپاسگزارم از شما خانم الهه هیکس، گزارشگر حقوق بشر صدای آمریکا.